همراه هستیم با موسی برزین، حقوقدان از آنکارا. آقای برزین خیلی خوش آمدید. اول به پرونده خانم دهقان بپردازیم. اون برخوردی که با ایشون شده اساسا قانونی هست این حکمی که صادر شده در مورد ایشون؟ ببینید، در قانون گفته شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی حاضر میشن مجازات 10 روز تا 2 ماه رو دارن حبس، که البته چون ما حبس زیر 3 ماه نداریم این تبدیل میشه به جزای نقدی. اما خب مسئله مهم، مسئله ای که ما مطرح میکنیم اینه که حالا فارغ از این که وجود چنین چیزی اصلا در یک قانون مجازات به اصطلاح مخالف با موازین حقوق بشره، حجاب یک تعریف درستی هم نداره. در قانون گفته شده بدون حجاب شرعی، یعنی یک وضعیت بی‌حجابی کامل رو بیشتر قصد کرده. و با توجه به اینکه نمیشه گفت واقعا داشتن روسری و پوشاندن مو برای خانم‌ها یک حجاب شرعی محسوب میشه، چون در این مورد اختلاف نظر هم وجود داره، بنابراین محکوم کردن خانم‌ها به چنین مجازات‌هایی به خاطر اینکه حالا روسری ندارن از نظر ما درست نیست و خلاف قانون هستش. اما آقای برزین در مورد اتفاقی که در زندان اوین افتاده اساساً چقدر این گونه رفتارها با به اصطلاح زندانیان بر اساس قانون هست؟ یعنی میتونه یک مسئول زندان محروم بکنه زندانیان را از امکاناتی که در زندان وجود داره؟ بله، متاسفانه هر کسی که یک پستی در جمهوری اسلامی میگیره دیگه خودش رو پایبند به قوانین نمیدونه و خیلی راحت حس میکنه خودش رو برای اینکه هر کاری میخواد بکنه و اعمال سلیقه کنه. خب این رو هم شرایط کلی کشور این اجازه رو به ایشون داده، یعنی عدم نظارت و قانونگریزی این به اصطلاح وضعیت رو پیش آورده. ببینید، آیین‌نامه‌ای داریم تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. در این آیین‌نامه نحوه اداره زندان، حقوق زندانیان و اینها ذکر شده. به صراحت گفته شده که زندانیان حق ملاقات دارند، یعنی از کلمه حق استفاده کرده نه امتیاز. بنابراین ملاقات یک حق زندانیه که فقط در موارد خاصی که در خود اون آیین‌نامه پیش بینی شده، از جمله اینکه تخلف انضباطی، اون هم به صورت موقت میشه محدود کرد. اینکه یک رئیس زندان میاد، حالا از یه گروه از زندانیا خوششون نمیاد، از یکی از گروه خوشش میاد، خب این واقعا به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ببینید که مسئله چقدر فاجعه آمیزه. خب در همون زندان اوین افرادی هن که به اتهام قتل و آدم ربایی و اینها محکوم شدن، به هیچ کدوم از اونها اینها کاری ندارن، به اصطلاح مشکل پیدا کردن با یک سری از افرادی که حالا منتقد بودن و یا اعتراضاتی داشتن. شما موسی برزین حقوقدان که ما را همراهی کردید.